سلام سلام، حال دلتون خوبه؟ خوب. مواد لازم برای درست کردن کوکوی سیب زمینی، یک غذای بسیار ساده و راحت و کم هزینه. پودر سوخاری داریم، ادویه‌جات داریم. ادویه‌جات شما هر چیزی که اسم می‌کنی عطر و طعم خوبی به غذاتون میده رو میتونید استفاده کنید. من اینجا انواع ادویه‌جات رو استفاده کردم. فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل قرمز، عصاره مرغ، ادویه کاری و تخم مرغ، سیب زمینی، پیاز، دو دندان سیر، شما میتونید پودر سیر هم جز ادویه هاتون قرار بدید و روغن. سیب زمینی هامون آب پز کردیم، میتونید آب پز هم نکنید و رنده کنید. سیب زمینی رو با گوشکوب له له میکنید یا اینکه رنده میکنید. من چون سیب زمینی ها رو آب پز کردم و کارمون سریعتر انجام بشه، اونا رو با گوشکوب میکوبم و له له میکنم، طوری که هیچ دانه ای از سیب زمینی در پوره سیب زمینی پیدا نشه. تمام سیب زمینی ها رو با گوشکوب له می کنیم به این ترتیب. خب همه سیب زمینی ها رو که له کردیم، ادویه جاتمون رو اضافه می کنیم. سیر و پیاز هم رنده می کنیم روی نمک و ادویه جات اضافه شد. سیر و پیاز هم رنده می کنیم. با رنده ریزتر سیر رو رنده کنید. به این ترتیب و با رنده درشت‌تر پیاز رو رنده کنید. بعد از رنده شدن سیر و پیاز، تخم مرغ ها رو به مواد اضافه کنید و مخلوط کنید. من تخم مرغ ها هم میشکنم روی مواد و اونا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. مواد رو به خوبی و کاملا مخلوط میکنیم. خوب هم میزنیم که همه مواد یک دست مخلوط بشه و یک خمیر یک دستی رو به ما بده. خب خمیر ما آماده شد. به این ترتیب عالی و یک دست. میریم که سرخ کنیم از خمیرمون. توی تابه روغن بریزید. روغن زیاد نریزید، چون ما دستمون رو توی یک ظرف آب میزنیم و به اندازه یک تخمه ما از خمیر برمیداریم و گرد میکنیم توی تابه میذاریم،
روغن زیادی مصرف نمیشه و حتما این کار رو انجام بدید. ببینید من یک ظرف آب کنار دستم گذاشتم. دستم رو توی آب میزنم و از خمیر برمیدارم. این باعث میشه که روغن زیادی غذای شما نبره و اینکه به دستتون خمیر نمیچسبه. هم روغن زیادی نمیخوره و هم به دست شما نمیچسبه. حتی تابه هم نمیچسبه. به این ترتیب تمام مواد رو گرد کردیم و در تابه سرخ میکنیم. یک طرف کوکوی ما سرخ شده. حالا یکی یکی اونا رو برمیگردونیم و طرف دیگه هم سرخ میکنیم. به این ترتیب. کوکوهای سرخ شده رو برمی‌داریم و دوباره جایگزین می‌کنیم.